به نام خدا. در این مثال میخواییم به بررسی نحوه استخراج فرکانس های طبیعی و تحلیل های مرتبط با فرکانس های طبیعی بپردازیم. من در این مثال یک شکل بسیار ساده‌ای تعریف میکنم که در اون یک در واقع فنر خطی که به یک جرم متمرکز مرتبط هست تعریف شده. من سختی فنر رو مثلا برابر 100 نیوتن متر در نظر میگیرم و جرم رو برابر به عنوان مثال 1 کیلوگرم فرض میکنم و میخوام فرکانس های طبیعی که از این سازه قابل استخراج هست رو محاسبه بکنم. ابتدا نرم افزار آباکوس رو باز میکنم. در مدل هایی که مدل با فنر دمپر هست، فنر و دمپر و مدل های ارتعاشی به این صورت هست، نیاز به تعریف قسمت هندسه احتمالا نداریم. من به همین خاطر از قسمت پارت صرف نظر میکنم. موارد مرتبط با متریال هم نداریم، در عوض سختی فنر رو داریم. از این قسمت هم عبور میکنم و میام مستقیما در قسمت اسمبلی و از منوی تولز، گزینه دیتم، گزینه پوینت و اینتر کوردینیت. اینجا یک نقطه تعریف میکنم، مختصاتش مهم نیست. مثلا نقطه اول در مختصات 0 0 0 قرار میدم، این میشه نقطه اول. نقطه دوم در یک فاصله از این نقطه مثلا در جهت x به اندازه 1 0 و 0 در نظر میگیرم اینجا و اینتر، و این دو نقطه اینجا تعریف میشه. لازم است که این دو نقطه رو از طریق منوی تولز گزینه رفرنس پوینت به نقطه مرجع تبدیل کنم. این کار رو برای هر دو نقطه انجام میدم. در مرحله بعد لازم است که من جرم رو تعریف کنم برای این دو نقطه از طریق محیط اینتراکشن، منوی اسپیشال، گزینه اینرشیا و کرییت. انتخاب گزینه پوینت ماس و اینرشیا رو انجام میدم و برای هر دو نقطه به عنوان مثال جرمی برابر 1 کیلوگرم در نظر میگیرم. در گام بعد برای تعریف فنر از منوی اسپیشال مجدد گزینه اسپرینگ و دشپاد، انتخاب کرییت، کانکت تو پوینت، این دو نقطه رو با تعریف یک فنر خطی با سختی 100 نیوتن متر به هم دیگه مرتبط میکنم. در قسمت بعد لازم هست که من نوعی از تحلیل رو تعریف کنم که به استخراج فرکانس های طبیعی برمیگرده. تحلیل فرکانسی از این مجموعه لینیر پرتوربیشن این کار رو برای ما انجام میده و استخراج فرکانس های طبیعی رو در دستور کار داره. از این کار، از این قسمت، چون این مدل بسیار بسیار ساده هست، تفاوتی نمی کنه که ما از چه حلگر ویژه‌ای برای این تحلیل استفاده کنیم. به عنوان مثال از حلگر ساب اسپیس استفاده میکنم و یک مود این سازه رو استخراج میکنم. چیز دیگه در این کد نیاز نیست. روی اوکی کلیک میکنیم. شرط مرزی رو تعریف میکنیم. شرط مرزی در استپ 1 به صورت دیسپلیس پن روتیشن برای این نقطه و به صورت گیردار تعریف میشه و همینطور مجددا شرط مرزی رو تعریف میکنم، این بار برای این نقطه، توی که فقط در جهت X آزادی ارتعاش داشته باشه و در سایر جهات درجه آزادی رو میبنده. مدل به این صورت آماده است و میتونم تحلیلش رو انجام بدم. جا تعریف کنم، اسمش رو فرکانسی سمت ما قرار بدم برای کانتینیو و اوکی کلیک میکنم و در گام بعدی روی اسم جاب کلیک راست میکنم و ساب میت رو انتخاب میکنم تا برنامه فرآیند حل خودش رو شروع کنم. تحلیل مسئله که تمام شد،
فهم مسئله که تمام شد با انتخاب گزینه ریزالت میتونم وارد موجود ویژوالیزیشن بشم و از طریق منوی ریزالت گزینه استیپن فریم اینجا مقدار فرکانس رو بخونم. در واقع مقداری که اینجا در این قسمت برای نرم افزار نوشته شده مقدار فرکانس خطی یا F هست، فرکانس طبیعی خطی یا F هست که فرمولش اگر فرمول اومگا به این صورت باشه در مدل های درجه آزادی رادیکال کائما فرمول F در واقع به این صورت نوشته میشه که اومگا N تقسیم داره رو پی، که من اگر اینجا کائما رو حساب کنم اگر برابر 10 بشه حاصل این جمع این در واقع فرآیند تقسیم هم میشه 10 به روی 2 ضرب در پی که میتونم اینجا حساب بکنم 10 ضرب 2 و تقسیم پی مقداری که دست میاره برابر 1.5115 هست. دقیقا همین مقدار رو ما از طریق نرم افزار هم تونستیم به دست بیاریم. این مثال اولیه در بحث وایبریشن و ارتعاشات آزاد هست و ما از این به بعد میتونیم کم کم مسائل پیشرفته‌تر و مسائل پیچیده‌تر در حوزه دینامیک و ارتعاشات رو هم مورد بررسی قرار بدیم.